سلام و وقتتان بخیر. پلیسی حکومت در مورد بیجا شدگان چگونه بوده است؟ پلیسی حکومت در مورد بیجا شدگی گذاشتن نقطه پایان به آن می باشد. از این رو کوشش نمودند که برنامه هایی را به سمت ساق دهند که منجر به بازگشت ادغام و اسکان آنان شده و کمک های بشری مبدل به اجرای خدمات اساسی می شود. بخش عمده عملکردهای حکومت در این زمینه عبارتن از تغییر روش های کاری، از جمله توجه بیشتر به پروسه ختم بیجا شدگی از طریق خدمات اساسی به جای خدمات بشری، وضاحت در لایحه وظایف وزارت امور مهاجرین با سایر نهادهای ملی و بین المللی در لایحه وظایف وزارت امور مهاجرین با سایر نهادهای ملی و بین المللی در عرصه حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیجا شدگان داخلی، تشکیل گروه های کاری موظف ملی بیجا شدگان داخلی در 34 ولایت، تثبیت 426.7 هزار خانواده بیجا شده و تنظیم برگشت 170 هزار خانواده، استقرار 7 هزار بیجا شده دوامدار در ولایت های هرات، برنامه منشأت پایدار، آغاز برنامه های ادغام بیجا شدگان در ولایت دومی محل بیجا شدگی، ایجاد سهولت ها در اخذ تذکره تابعیت در محل بیجا شدگی، رفع مشکل نداشتن تذکره تابعیت در شمول اطفال بیجا شده و مکاتب، ارتقای سطح خدمات صحی با ایجاد کلینیک ها، سایر خدمات هزار باب شلتر و خدمات اساسی به ارزش 10 میلیون یورو در ننگرهار، هرات و کابل، امضای تفاهم نامه ها به خاطر حل مشکلات آنی، سرپناه موقت، آب آشامیدنی، مواد غذایی، خدمات صحی، تعلیم و تربیه و خدمات اساسی زیربنایی، مرغداری، پروسس میوه، ایجاد کانال های آبی، توزیع ماشین جوجه کشی، اعمار پلچک، تنظیم مساحت های زیرزمینی و تسریع دسترسی خانواده های بیجا شده به مواد غذایی و غیره و توزیع مساعدت بشری به 462.1 هزار بیجا شده، 23.3 میلیون تن شامل غذایی، غیر غذایی، مواد محرقاتی و پول نقد که 6-30 هزار افغانی. تاسیسات و ارزی خدمات صحی، توزیع عادلانه مراکز صحی یکی از اولویت های حکومت است که نیاز به برنامه ریزی دارد. حکومت وحدت ملی با توجه به چالش های 358 شفاخانه دولتی را و بیش از 2000 مرکز صحی در سراسر کشور فعال است. وسط تحصیلات صحی اساسی با داشتن حداقل یک کارکن صحی زن در سال 1396 به 95 درصد رسیده است که خود آن یک دستاورد قابل توجه است. خوشبختانه در عرصه خدمات صحی ما شاهد خیلی دستاوردهای دیگر هستیم که اکنون چند آن را شرح میدیم. یک، شفاخانه 100 بستر شیخ زاید با مراکز جراحی اعصاب که 11 سال متروکه و غیر فعال بوده است به بهره برداری رسیده است. دو، شفاخانه های ولایتی 105 بستر گردیز اعمار شده و وارده های اطفال ولادی نسایی داخله جراحی با افزایش 66 کارمند تخنیکی فعال گردیده است. شفاخانه 140 بستر بامیان دارای 10 بلاک در ساحه 7700 متری مربع در بخش های جراحی عمومی، داخله عمومی، داخله اطفال ولادی نسایی، گوش و گلو، تبرکلوز، لابراتوار مجهز و بانک خون به بهره برداری رسیده است. 209 کارمند فنی و اداری در آنجا مصروف خدمات هستند. شفاخانه 120 بستر ویژه زنان در پنجشیر اعمار شده است. شفاخانه های ولسوالی بلخاب و 100 بستر ولایت سرپل اعمار شده. شفاخانه تداوی مریضان سوراخ قلب مادرزاد در کابل گشایش یافته است و ده ها آمار شفاخانه ها برای ارائه بهترین خدمات صحی.